الله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبی بعده. سلام بر همه شما بینندگان عزیز، امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید و ایام عمر شما به خوبی و با سعادت بگذره. عرضم به حضورتون که ما مثل همیشه حالا به صفحه 31 و 32 قرآن کریم رسیدیم و میخوایم از این صفحات هم دلیلی بر علیه 31 و 32 خواهم دلیل بیاریم به اینکه قرآن بر ضد مذهب شیعه است. منظور ما از شیعه طبعا اون شیعه پیرو حضرت علی نیست، چون که شیعه اصلی ما هستیم. نام شیعه دزدیده شده و عده‌ای که علی اللهی هستند، عده‌ای که گمراه هستند، عده‌ای که ضد قرآن هستند، عده‌ای که ضد پیغمبر هستند، عده‌ای که ضد اسلام هستند، نام خود را شیعه گذاشتن و شما فکر میکنید که شیعه است. نام شراب را آب گذاشتن و خلوف نمی کنم. خب من از هر صفحه قرآن دارم دلیل میارم، اما صفحه 31 شما لا دیگه معنیشو می دونید که لا یعنی نه، درسته یا نه؟ لطفا صفحه 31 بیارید. برای چی گفتم لا؟ برای اینکه در اینجا یک لایی هست که شیعه به اون انجام نمیده. علمای شیعه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحج اشهر معلومات، الحج اشهر معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. این ولا جدال في الحج معنیش خوب میدونید. حج در ماهای معلومی هست، هر کس که در اون ماها بر خودش حج و واجب کرد پس نباید که رفث کنه، یعنی با هم بستری کنه با همسرش وقتی که به حج میره، تا وقتی که حجش تموم نشده لباس احرام پوشیده. ولا فسوق، باید فسق هم نکنه. ولا جدال فی الحج، جدال که شما دیگه خودتون میدونید، دوام در حج ممنوع است. علمای شیعه این آیه رو انجامش نمیدن، ولا جدال فی الحج رو انجام نمیدن. شما میدونید که ما یکی از افتخار ما بود، من که 30 چند سال پیش حج رفتم، این در ذهنم بود که هر جای دنیا که یک فستیوالی برگزار میشه، دی مردمی با هم جمع میشن، همیشه در اونجا یک مصیبتی رخ میده. آقا شراب میخوره، نمیدونم، بالاخره دیگه خیلی ها میمیرن. اما در حج چنین چیزی نیست. میبینی که همه با هم مهربانن، چون که میدونن که اگه در حج جدال کنن حجشون باطل میشه. میبینی که مردم از فرهنگ‌های مختلف میان، عادت‌های مختلف میان، بعضی واقعا کارهای عجیب انجام میدن. ولیکن همه چیز به خیر تمام میشد تا این چند سالی که شیعه، علمای شیعه در ایران قدرت گرفتند و به اصطلاح قدرت نمایی کردند که هر سال یک مصیبتی انجام میاد. من نمیخوام، میدونم که شما الان منو متهم میکنید به طرفداری و به تعصب، ولی من گمان غالب دارم که این مسائلی که تو حج اتفاق میفته تصادفا میتونه 50% کار اینها باشه. خب میشه یک دفعه بس آقا ترمز گرفت مردم رو، بالاخره اگه آدم بخواد غرض ورزی کنه هر کاری میتونه انجام بده تو جمعیت. آقا مثلا 20 نفر با هم تصمیم بگیرن تو بازی فوتبال، وقتی مردم از در میرن بیرون 20 تا هول بدن، 20 تا که هول دادن 500 تا هول میدن. بالاخره این چیزا تو این سالا به وجود اومده، آتش گرفتن چی میگن، همین منا مثال، همون سال منم بودم، چیزایی هست که جدی قدیم نبود. به هر حال دعوا که نبود، تا امروز هم بین مسلمان ها در اونجا دعوا نمی کنه که یخی دیگر بگیره بزنتش. چرا؟ برای که آیه واضح میگه ولا. لار دیگه معنیش میفهمی یا نه؟ دوباره بیارید. و نیست، نه، امر است که نکنید. جدال هم که فارسی است، ها، فی عربی است، در یعنی در، حج هم که فارسی است، در چیز این در قرآن نوشته در حج جدال نکنید. این آیه 197 از سوره بقره است، صفحه 31. حالا ببینیم که علمای شیعه جدال میکنن یا نمیکنن. بله، آقای خمینی که تشریفش آورد، ایشون دین شیعه رو عوض کرد. مثل که امروز شما چند روز پیش یکی ناراحت بود که آقا چرا این برای مردا طلا حرومه، برای حضرت علی بعد از مردن چرا طلا میسازی، قبرش طلایی میکنی؟ من گفتم که به این روز به این زودی خواهید دید که گهواره طلایی هم در میاد. نگو که در اومده گهواره طلایی هم برای علی اصغر ساختن. هر روز دین خودشون عوض میکنن. آقای خمینی که تشریفشون آوردن دین شیعه رو عوض کرده و در حج جدال رو داخل کرده. قبل از این چرا داخل نبود؟ حالا زور نداشتن قبل از این. اینا حالا صاحب دولت شدن، به اصطلاح کشورهای اسلامی هم دنبال دردسر نبودن، در کنار اینا آروم شدن، اینا هر روز بیشتر و بیشتر انجام دادن.
اتفاقا خمینی بعد از اینکه اول انتظارات انجام شد سخنرانیش هست، اگه من داشته باشم امروز پخش میکنم، میگه خوب شد امسال چیزی شد، سال دیگه بیشتر کنید، سالهای دیگه بیشتر کنید، سالهای بعد. این نگاه کنید، این تظاهرات اینا هست در حج. لطفا جهان به این حمایش بزرگ براءت از مشرکان است. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. امريكا عدو الله، امريكا عدو الله، اسرائيل عدو الله، اسرائيل عدو الله، اینجا صحرای عرفات است. امسال هم همچون سالهای گذشته فریادهای ضد استکباری زائران ایرانی و غیر ایرانی بیت الله الحرام، این البته بهانه است، چرا که شما خودتونم میدونید که اینها امروز دیگه بر شما آشکار شد که اینها بهانه است. در اونجایی که باید مرگ بر آمریکا بگه نمیگه. خب در عراق مستشارای ایرانی و عراقی، مستشارای ایرانی و آمریکایی دوش به دوش هم دارن میجنگن علی داعشی ها و علی اهل سنت، دوش به دوش هم هستن. اونجا چرا نمیگه مرگ بر آمریکا؟ اونجا چرا با هم سلام میکنن، با هم چای میخورن؟ بالاخره توی یه اتاق نمیشه که جنگ باید فرماندهی مشترک داشته باشه. اون که نجنگه، مگر آخوندای کوچکتر هستن؟ آخوندای عراق از آخوندای ایران، سیستانی کوچکتر از آخوندای ایران، اون که بیشتر تا به اصطلاح شیعه مذهبی که از اون بیشتر تقلید میکنن. خب اینو نگاه کنید در چیزو در آخر کار به اینجا رسید که خداوند گفت در حج جدال نکنید. عکس خمینی، هر کسی که عکس خمینی رو بیرون می آوردن نگاه کنید، اگه اونا مردم عکس صدام بیرون می آوردن، صدامی یعنی از اینا مسلمان تر بودن، اینا عکس خمینی رو کشتن بیرون تو روز حج، اما این مال اون سال هست. And film of Iranian pilgrims demonstrating before their clash with the police. The Saudis claim that the اینروزی از سالی است که جدال شد در حج خونریزی شد، فیلماش هست. ببینید حمله اینا دارن میکنن، اول پلیس ها فرار داره میکنه. ببینید این فیلم های دوربین یادشون نبود که فوزن کلاه پلیس میزنه، این کلاه پلیس افتاده که فرار کرده نه؟ ولا جدال فی الحج، این آیه رو نخونده بودن آقای خمینی؟ این زمانی است که آقای خمینی پادشاه بود. But which version will most Muslims believe? آبروی مسلمان رو دنیا بردن با این جدالی که سالها ما نداشتیم، بلکه قرنها نداشتیم. و این پلیس فرار میکنه، اینا سنگ میزننش. به هر حال اینا تو حج بوده، ما نمیگیم این طرف کشته نشده، ولی چرا باید کشته میشد؟ چرا باید جنگ ها اینجا و پلیس فرار میکنه این دنبالش میده؟ البته این دیگه سعودی ها اون چیزایی که مال بالاخره اینا هم چی میکردن؟ صورتا و صوتا ان احدا من قوات الامن او المواطنين لم يطلق طلقه واحده، میگه ما بعد اینا حمله نکردیم، اونا شروع کردن. این سعودی ها میگه، این پلیس داره میزنه این در مکه است، در ماه حرام، در شهر حرام، در سرزمین حرام. ببین داره ماشین پلیس آتیش میزنه، ببین این ماشین پلیس سعودیه و دارن آتیش میزنن. بلغ عدد الوفيات نتيجه لهذا، نه همه نفرای سپاه پاسداران بودن اون سال خمینی فرستاده بود. ببین آتیش میزنه. خب این کجا رفت؟ ولا جدال فی الحج، قرآن نگفته، یا قرآن مال ماست، مال اونا نیست. چرا میگه ما مسلمونیم؟ اگه بگین آقا این سعودی شروع کرده، چرا تو این کشورهای دیگه نشده؟ شد سعودی با همه کشورها دعوا داره، با بعضی کشورها حتی دعوای چی داشتن، دعوای زمینی داشتن که این زمین مال ماست، اون زمین مال ماست، ولی هیچ وقت این چیزا پیش نیومد، در طول تاریخ پیش نیومده، تا که آقای خمینی تشریف آورد و گفت که براءت از مشرکین باید تو حج باشه. بهانه حضرت علی کی براءت از مشرکین کرد؟ باز براءت از مشرکین آدم خب براءتی بکن که براءت باشه. تو که تو کشور خودت به اون گل میدادی همون روزا. گوریمیکو تو ایران بود، اون سال من تو حج بودم، گوریمیکو وزیر خارجه شوروی تو ایران بود، بچه دختر 5 سال رفته بهش گل داده، باز کرار ما میگه که مرگ بر شوروی. باز یه دیگه میخواد قرآن رو مسخره کنه. دوباره آیه رو ببینید، اگر این آیه بریم ببین، آیه به شما میگه که چی؟ حج حق نداری، ولا نیست جدال فی الحج، ولا جدال فی الحج، در حج جدال باید نکنی اگه برای حج رفتی، اگه رفتی که آبروی مسلمان ها رو ببری که خاک بر سرت کنن. و خاک بر سرم شد. چطور خاک بر سر شد؟ چطور خاک بر سر شد؟ حالا میبینیم.
این یکی دیگه برایت از بوشهکین، دیگه شم ببینید اینا، این یاد نشان دادم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اسرائیل عدو. خب اینو دیدین، صبر کنید. شاید میگه آقا اسرائیل خب عدو الله هست دیگه، خب در نماز هم بگو دیگه، نماز که رکوع میره بگو اسرائیل عدو الله، هر چیز جایی داره. بس تو کجا با اسرائیل جنگیدی؟ تا حالا با اسرائیل با مرز نداشتم؟ بشار شما ما که نمیدونستیم شما اینقدر با هم رفیقید. حافظ ازت مرز نداشت، تو دولت اسلامی نداشتی؟ کمکش میکرد، حالا چطور کمکش میکنی؟ خب حالا باز کمکش کن، علیه اسرائیل هم تکونی بخور، مرز داری پایت، تازه اون کشور تو رو اشغال کرده. شما میدونید که ارتفاعات جولان و اسرائیل گرفته به خاک خود زمیمه کرده. گفته آقا این مال من است، اصلا سازمان ملل هم اینو قبول نداره. میگن این مال منه، مال ارث پدرمه. ارتفاعات جولان یک خاک از بخش از خاک سوریه است. 43 سال این پدر و پسر پادشاهی کردن. اینا تازه یادشون اومد که برن کمکش کنن علی، که علی بچه‌ای که تظاهرات میکنن، علی مردمی که اسلحه ندارن. خب یا آقای خب اینه، حالا ببینید دین جدیدی که اعلام کرده، ببینید آه نگاه کنید، بیا با موسیقی دینش اعلام میکنه. ان اعلان البراءه من المشركين هو احد الاركان التوحيدي. میگه براءت از مشرکین یکی از ارکان توحید است و از واجبات سیاسی. حالا ما نمیفهمیم واجبات سیاسی به واجبات نمازی چه ربطی داره. واحد الواجبات السياسية للحج الإمام روح الله الموسوي الخميني. خب آخه من میخوام ببینم از کی اومد مشرک، بزرگتری مشرک الله از کدوم جا آدم، کدوم بحث آدم بگیره؟ ببین بزرگتری مشرک خود شما هستید. شما نگاه کنید الان همین دو صفحه‌ای که من دارم براتون میخونم، شما نگاه کنید، شما رو خدا اگر ما نام الله رو ورداریم تو این چیزا و نام مهدی رو بذاریم، بگیم نام امام زمان بذاریم، ببینید آیا این چیزی هست یا نیست. و ما تفعلوا، نگاه از همینجا شروع میکنیم، و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. شما ما میگیم که آقا ما تفعلوا من خیر یعلمه امام زمان، درست هست یا نیست؟ هر چیز خیری که انجام میدید امام زمان میدونه. خب میگه لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. میگه ما میتونیم اینجوری بخونیم، نیست بر شما گناهی اگر که جستجو کنید فضل از امام زمان رو. فیضا عفستم من عرفات فذكروا الله. میتونیم به جایی بگیم وقتی که از عرفات تموم شد فذكروا مهدی، فذكروا امام زمان، این مشرعان میشه اینا حرام دینتون یا نه؟ نیست که در دینتون. به جایی که بگیم واستغفر الله میتونیم بگیم که واستغفروا امام زمان، درست یا نه؟ به جایی که بگیم ان الله غفور رحیم میتونیم بگیم شما اینجوری امام زمان رو ساختید، ما میتونیم بگیم که ان امام زمان غفور رحیم، میتونیم بگیم یا نه؟ فیضا قضیت مناسککم فذكروا الله کذکرکم آباءکم. خب وقتی که مناسکتون تموم شد میتونیم بگیم فذكروا امام زمان، همونطور که پدرای خود یاد میکنید امام زمان هم یاد کنید، او اشد ذکر، بلکه امام زمان رو بیشتر یاد کنید. میتونیم بگیم یا نه؟ میتونیم بگیم فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. میتونیم بگیم که آقا فمن الناس من یقول یا مهدی آتنا فی الدنیا. میتونیم بگیم یا نه؟ هر چیزی آیه‌ای که در مورد خدا هست. آقا جان مشرک معنی چیه؟ قربان صدای منو بلند کردم برای شما، مشرک معنی چیه؟ اون روز به یکی از این دوستان میگفتم با فخر که من از هر صفحه قرآن برای شیعه دلیل میارم که کتابش بر ضد قرآنه، عقیدش بر ضد قرآنه. گفت آقا من از هر آیه برات دلیل میارم. گفتم چجوری؟ گفت هر آیه اسم الله رو بردار، اسم امام اینا رو بذار، درست در میاد. یعنی اینا امام ها رو یه جوری درست کردن که هر آیه رو برداری، هر صفتی که خداوند در الله برای خودش در قرآن گفته و هر صفحه شما همین قرآنایی که به اصطلاح اسم الله رو با رنگ دیگه نوشته، مثلا سرخ نوشته، اونو باز کنید در هر صفحه 20 دفعه 10 دفعه 15 دفعه اسم الله اومده. شما این اسم بردار، اسم مهدی رو بذار، هم معنیش درسته پیش شیعه. هر قدرتی که الله داره شیعه هم برای مهدی قائل شده. باز میگه که برات از مشرکین، از کی برات میکنی؟ باز ای کاش برات از مشرکین هم بکنم، مشرکینی که به اصطلاح خودشون هم میگن ما مشرکیم. نمیکنه که، از مشرکی برات میکنه که باش دشمن باشه، یا فکر میکنه که باش دشمنه، یا برای یا برای اینکه مردمو گول بزنه، دشمنم شاید در پشت سر با هم دست میدن مثل آمریکا امروز. اما جالبه که ما که اون وقتا بودیم مرگ بر شوروی هم میگفتن، حالا مرگ بر شوروی رو برداشتن. چرا؟ دین تعطیل شد، یا شوروی دینش عوض شده، یا روسیه دینش عوض شده. مردم شما رو داره مسخره میکنه، آیات قرآن رو برداشته، هر چی دلش میخواد به نام دین میذاره، آیت الله روح الله الخمینی، نمیدونم چی امام، همش اینا حرفاشون کشکه. مگه روسیه مشرکیش تموم شده که شما حالا مرگ بر روسیه نمیگید؟ اگه براءت از مشرکین هست، حالا من براتون گذاشتم حجای این سالا رو، چرا مرگ بر آمریکا و اسرائیل میگه، مرگ بر روسیه نمیگه؟ یکی بیاد این سوال جواب بده، خنده داره که خدا یکی رو بخواد رسوا کنه، اینجوری رسوا میکنه که از اون رسوایی بالاتر نیست.
اینا در سال میگم که الله یکی بخواد رسوا کنه خیلی بدجور رسوا میکنه. پدرم خدا بیامرزه همیشه همینو میگفت که یکی رو خدا بخواد رسوا کنه هر چی که میگن به سر خودشون میاد. حالا جالبه که تو ایران اینا سال 88 تظاهرات شد دیگه، بسیجیه بلند شد میگه که مرگ بر آمریکا، به مردم چی میگن نگاه کنید. تظاهرات 88 بیاریم. این مردم تظاهرات میکنه روز قدس دیگه، بسیجی ها دیدن کنترل از دستشون خارج شده، رفتن بالای چیز، بالای ماشین، بلنگو رو گرفتن ببین چی میگه. این میگه مرگ بر اسرائیل، اونا میگه مرگ بر روسیه. میگه چرا مرگ بر روسیه نمیگی؟ گوش بده. یعنی مردم جوابشو خب بعد که نگفتن دیگه، مگر نمیگه برایت ممنوع متافر، مگر نمیگه برایت از مشرکین. مردم گفتن مرگ بر روسیه، برای همین زد اینا رو کشتی. حالا تو حج هم نمیگی بگو بر مرگ بر روسیه دیگه، کنار روسیه حالا نشستی هم که هواپیماش میزنه توی سوریه، بگو مرگ بر روسیه. مگه برایت از مشرکین نیست؟ فقط تو مکه هست که خدا گفته که این مکان شریف رو، اونم در ماه شریف، در وقت شریف، مردم در حالت شریف هستن. آقای خمینی زد اونجا، باید آدم قبول کنه که آدم دین نداشته دیگه. آخه یه چیزم آدم از آخرت میترسه دیگه. حالا من نگی تو سیاست میگم، مسئلهش دینه، مسئله حجه. یعنی دیگه در اونجا آدم میفهمه یه چیزی آدم میترسه. این اصلا این آقا محمد خان یه آدم ظالمی بود، اما وقتی میخواست سه نفر که خربوزه خورده بودن، خربوزه هندونهش خورده بودن بکشه، میگه آقا امشب شب جمعه است نمیکشیم. یه چیزی دینی داشتن، به همون دین باطل خود یه چیزی داشتن. این در همون روز عاشورا که به اصطلاح روز خیلی مقدس پیش شیعه، هم آدم کشته بودن، کشته بودن یا نکشته بودن، همین سال 88. حالا اونو کار نداریم، مکه دیگه از این شریفتر جای در زمین هست برای مسلمون، اونم در اون وقت خاص، در طول تاریخ نشده، یه دفعه دیگه شد بود غرامت انجام داد. چرا؟ برای اینکه خدا گفته که و جدال و فی الحج. حتما الله اینجوری گفته که اینا انجام، اینا که اسلام نام ناب محمدی، اینا حتما باید لا رو از قرآن برداشت. هر جایی که گفته لا اینا بگن نه، هر چی گفته نه بگن بله، هر چی گفته بله بگن نه. این دین ایناست. باز ما که میگیم هر صفحه قرآن علی اینا صحبت میکنه، به من میگن که چرا صحبت میکنه. باز آقا تو که به مرگ بر آمریکا میگی، اینو چرا توی شهر مقدس ما میگی؟ خب برو در همون وین بگو که باش داری قدم میزنی. نگاه کن آقا، حالا با آمریکا، روسیه رو که گذاشتیم کنار، آمریکایی ها ببین این با کی داره دل میده قلبه میگیره؟ با آقای کری، جان کری، وزیر خارجه آمریکا. این وری هم آقای ظریف است که تو مکه میره میگه نمیدونم مرگ بر آمریکا، و اونجا که اینجا خب بهش بگو مرگ بر آمریکا دیگه، چرا نمیگی؟ آه تو شهر پاک نمیدونم سوئیس یا اتریش قدم میزنن و احترام شهر نگه میداره، احترام یک شهر کفار نگه میداره، غیر مسلمان نگه میداره، احترام شهر ما رو نگه نمیداری؟ شما مسلمان هستید؟ والا صدام از شما مسلمان تر بود، چرا که حداقل ممنوع تاخفر بود، حداقل صدام دیگه هر کاری که کرد توی دیگه مکه رو کرد. اون هم میتونست بگه آقا، اون هم میتونست بهانه هم داشت بگه اینا فوش میدن ما میام فوش میدیم، مر بر مجوس. گناه که نکردیم، مجوس هم مشرکه دیگه. خب منظورش چی بود؟ منظورش حتما اینا بود. خب جنگ میشد. خودم تو حج دیدم سالایی که اینا نفس معذورین خود میبردن، اونا به اصطلاح این کسایی که زخمی های جنگ میبردن تو ویلچر صندلی چرخدار، عراقی ها میآوردن کنار هم گاهی میبودن. خب اینا باید فوش بده، اونم باید بگه. خب دعوا میشه. پس صدام از اینا مسلمان تر بود در اینجا. خب اینم یک صحنه دیگه است دیگه، ول کن اینا دیگه، دیدین آقای بکری نشسته. خب اینا رو حالا یک چیز دیگه، اینو ببینین، اینو ببینین، این آقا با آقای حیدر عبادی که توسط دولت چی تعیین شده، نه بیارید ببخشید، مثل اینکه میخواستم عجله کنم، عجله کار خراب کرد. خواستم که این اجازه بدید دوباره به خصوص اصل اجتناب از تهدید یا نشد به مدد بی ثباتی موضوع تروریست اشاره کرد و مدعی شد گروهی ما. نگاه کنید رو، ان
ایشان با تاکید بر این که ایستادگی ملت و حیدر عبادی نخست وزیر عراق عصر روز گذشته با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. بر انقلاب اسلامی وجود تروریست ها در عراق محور گفتگوی عبادی و رهبر ایران در ارتباط با حضور گروه تروریستی داعش در کشور عراق بود. آقا ما همه چی بهتون میدیم، ممنون که داعش هم کی به وجود آورده، ممنون، متشکر. آمریکا به وجود آورده که شما خود میدونید که داعش میگن آمریکا به وجود آورده. آقای عبادی هم که نماینده آخوندای نجف و کربلاست، در این کس شک داره؟ شک نداره دیگه. خب حالا ببینید آقای عبادی اونجا با خمینی نشسته، چی یه دستش در دست آقای خامنه ای است، یه دستش در دست کیه؟ نگاه کن با کی داره نزدیک هم دیگه رو بغل کنن بیارش. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. در این دیدار اینجا پول هم ازش گرفت. خب اینجا چرا برات از مشرکین نیست؟ ها چرا با کسی که با مشرک میگرده برات از مشرکین نیست؟ چرا با هم دیگه یه جا هستین؟ این هاست. ولی میخواستم که سخنانشو بیارم در وقتی که به اصطلاح که خدا اینطوری از باز اون به وقتش میرسیم، به وقتش میرسیم که الله جل جلاله چطور اینها رو باز عذاب کرده. چون آیه در آیه هست که وقتی که در حج بخوای فساد کنی من تو رو تو دنیا عذاب میکنم. عذابی که به خود آقای خمینی رسید هم جالبه. چرا؟ چون که اون سالی که عربستانی ها چیزی نگفتن، دو سال چیزی نگفتن، خیلی خوشحال شد، گفت سال دیگه بیشتر کنید. سخنرانیش حالا جلوی من نیست، براتون میذاشتم. حالا بریم دیگه سر صفحه بعد، چون نمیخوایم هم زیاد وقت برنامه رو از سخنرانی بگیریم و برای تلفن هم وقتی بذاریم. خب در این صفحه که برای شما واضح شد که جدال در حج نبود، شیعه درست کردن و کاری که نه پیغمبر کرده، پیغمبر میتونست که مرگ بر روم نبودن مگه؟ ایرانی ها مگه نبودن؟ هنوز کشورشون با پادشاهی داشت، مشرک نبودن؟ گفت؟ بله. و گفت باز اینم دیگه نکته دیگه هم که فهمیدید که جایی که به نفعشون نباشه نمیگن. روسیه هنوز از شرک خود دست بر نداشته، بلکه بیشتر مشرک شده. اون وقت که کمونیست بوده اصلا ملحد بودن. حالا آقای پوتین میره توی، یعنی تنها از رهبرای اروپایی دو سه نفر، بلکه یه نفر که به این کلیساها میره و سعی میکنه از کشیشا مدد بگیره آقای پوتینه. چرا رفته بود یونان؟ رفته بود برای کلیسا، چون اینا ارتدوکس هستن دیگه، سعی میکنه اونا رو جذب کنه، چون میدونه که مردمش خرافاتی ترن و یعنی شرکش علنی تر هست، اما کسی نمیگه مرگ بر روسیه. خب بریم صفحه بعد. در صفحه بعد چی میبینیم؟ در صفحه بعد، صفحه 31 تموم شد دیگه، بیارید لطفاً. در صفحه 32 ببینید این آیه بر علمای شیعه تطبیق میکنه یا نه. و من الناس، و از مردم کسی هست، من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، که از حرفاش در دنیا خیلی چی میشه آقا، اسلام نام محمدی، حرفایی که میزنه تو خیلی خوشت میاد. و یشهد الله علی ما فی قلبه، و خدا رو شاهد میگیره که من حرفام درسته، اما خداوند میگه که این آدم حرفش قبول نکنید. چرا؟ و هو الد الخصام، او بدترین دشمنه. حالا مگه هر کسی که حرف خوب بزنه بدترین دشمنه؟ نه، این آدم رو صفاتی داره بهش میگه، و هو علد الخصام، این که صفاتی داره، صفات باز میگه. صفات اول چیه؟ یعنی هر کسی که حرف خوب بزنه دشمن، خدا رو شاهد بگیره، دشمن نیست، سخت ترین دشمن نیست، اون یک صفاتی داره. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، اگر که ولایت گرفت یا روی برگردان، وقتی که حرف خوب زد از شما روی برگردان، یعنی رفت آقا توی جلوی تلویزیون اومد خیلی حرفای خوبی زد، اما بیرون رفت چیکار میکنه؟ یا حکومت به دست میگیره، سعاف الارض لیفسد فیها، کوشش میکنه که زمین رو فاسد کنه. چجوری فاسد میکنه؟ و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد، میگه سعی میکنه که در زمین فساد برپا کنه، هم میگه گیاهان از بین میبره، هم انسان ها رو از بین میبره. خداوند فساد دوست نداره. به وقتی بهش میشه، بهش گفته میشه که این کارا رو نکن، میگه آقا من اسلام ناب محمدی دارم و خدا عزیز میبینه. آیا این بر علمای شیعه تطبیق میکنه دیگه؟ این دیگه میگه آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، که واضح است که اینا حکومت گرفتن، نسلم از بین رفت، هرسم از بین رفت، نسلم از بین رفت. 5 میلیون ایرانی مهاجر شده یا نشد؟ 1 میلیون تو جنگ کشته شد یا نشد؟ همین تو امروز هم اینا کشته میدن یا نمیدن؟ با سوریه چیکار کرد؟ وقتی حکومت که گرفتن دیگه اون حرفا یادشون میره. شما نگاه کنید خود آقای سخنان آقای خمینی رو ببینید، قبل از بعد از انقلاب تا
ببینید که آیه این آیه و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها. وقتی که حکومت گرفت، قبلش خیلی حرفای خوب میزنه، اما حکومت گرفت رو رو برگردوند از مردم، جای خود رسید حکومت گرفت، ببین چه حرفایی میزنه. حالا ببینید به اصطلاح آیا این آیه بر این آدم تطبیق میکنه یا نه. همه مجله نویسان را دیدم اینهایی که رفتن در ایران و تماشا کردن، این قبل از انقلاب داره حرف میزنه ها، در همه دیدن که مملکتی است که اهالیش با آرامش چندین میلیون جمعیت در سرتاسر مملکت. ببین قیافشم چقدر عاجزه، مردمی که با ما میگن تو گول خوردید، چرا گول خوردید؟ آخه ما از یه قیافه گول خوردیم. آرامش را افتادن مرد و زن و بزرگ و کوچک و خیابانها و حرفشون این بود است که ما این شهر را نمیخواییم. ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد سالمی فرض کنید باشه، خیلی هم آدم صحیحی باشه، خیلی هم خدمتگزار به مردم. این چه حرفای خوبی میزنه، حرف معقول میزنه. خب وقتی مردم یه خدمتگزاری را نخواستن باید کنار بره. خب آقا مردم نمیخوان باید کنار بره، راست میگفته. ما فرض میکنیم اینطور که خیلی ایشون مساله مملکت را ملاحظه کرده، ایشون میخواد آزادی بده، ایشون میخواد مملکت را مستقل کنه، ایشون میخواد مملکت را به تمدن برسونه، تمدن نو برسونه. همه اینا را ما فرض میکنیم صحیح، میخواد یه همچه کارا را بکنه، لیکن اهالی مملکت میخوان میگن ما اینو نمیخوان، نمیخوان بله سلطان ما باشه. سرنوشت اهالی مملکت با خودشونه. ما هم چقدر حرفای خوب میزنه، خدمتگزار را نمیخوان، ایشون برن کنار، ما خودمون یه خدمتگزار دیگه جاش میذاریم. ما فرض میکنیم اگر ایشون حالا دیگه آخوند است، یاد طولانی میگه، یاد مثلا از حرفش رد شیم. بشری هم دارد که سرنوشت این حالا بعد قبل انقلاب بود، درسته؟ حالا بعد انقلاب ببینیم، یعنی ویزا تولا صافی الارض، حتی بینه قیافش هم تغییر کرده، اونجا چقدر عاجز بود. ویزا تولا، حالا تولا شده در زمین. ببینید آیه رو دوباره ببینید تا معنیش رو بفهمید دیگه. برگردیم تا فرمان، من آیه رو دوباره برای بینندگان بیارم. خب و من الناس، لطفا از مردم کسی است، من یوجبو که قوله فی الحیات الدنیا، حرفش میگه خیلی تو رو میگه خوشت میاد، اما همین آدم الد الخصام است، این بدترین دشمن خداست. چرا؟ شرطش این است که چرا و اذا تولا، اگر که حکومتی گرفت، صاف الارض لیفسد فیها، حرفش تا حالا خوب بود نه؟ حالا حکومتی گرفته، هم قیافش ببینید هم صحبتاشو بشنوید. این کوتاه‌گرها در صف کفار واقع هستند، این کوتاه‌گرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند، با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با اونها با شدت رفتار میکنیم. دادستان انقلاب موظف است، مجلاتی که توطئه‌گر است تمام را توقیف کند و نویسندگان اونها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه میکنند و اسم حزب روی خودشون میگذارند و عصای اونها را بخواهد و اونها را محاکمه کند و این اعلام آخر است. خدا میداند انقلابی عمل میکند. بله خب شاید بگید آقا این با توطئه‌گرا گفته، خب شما میتونید همینجور بگید دیگه. حالا یک ملتی آقا میگه من نمیخوام، ها میگه آقا اینا توطئه‌گر هستن، میتونست این کارو بکنه یا نه؟ همین چند روز قبل در ایران، خب مگه نگفت که ملت نمیخواد یه چیزی رو؟ خیلی آدم خوبی هستی آقای آخوند، تو رو نمیخواد. حالا ببینید در روز کوروش نگاه کنید، اینو بیارید لطفا بیارید. اینا نه اسلحه گرفتن نه چیز، همین که آقای خمینی گفت با کمال به اصطلاح صلح طلبی رفتن در اینجا جمع شدن برای کوره شعار دادن، برای کوره شعار دادن، گفته اینا رو دستگیر کرده،
دستگیری عوامل اصلی برگزاری مراسم روز کوروش. خب آقا تو بسیار آدم خوبی هست، خب تو رو نمیخواد، این کوروش بده میخواد. به حرف خودشا آقای یک آخوند دیگه شون گفته که چرا اینا اجازه دادن که اینا دار مزار کوروش طواف کنه. آقا دلش میخواد، اگر اینجوریه چرا جلوش میگیری؟ مگه خودت اگه تو نمیگفتی حرفت میتونستی بگی آقا من نگفتم این حرفو، ولی قبل از اینکه حکومت بگیری چقدر حرفای خوب زدی. پس این از نسلی که ما دیدیم چقدر به اصطلاح چقدر اینها در مملکت خرابی کردن. اما حالا ببینید، اجازه بدید اینو بیارم اول، مغزا رو ببینید که نسل چطور رفت. اینا ببینید چقدر از نسلای ما رفت. بیا این انقلاب بود. از انقلاب 1357 تا کنون طی مهاجرتی بی سابقه نزدیک به 5 میلیون ایرانی جلوی وطن کردند. با ورود آیت الله خمینی به ایران هزاران نفر از هواداران و نزدیک خب 5 میلیون ترک کردن. شما فرض کنید که این 5 به حسب اجازه بدید، شما به فرض کنید که این 5 میلیون هر کدوم 10 نفر که فامیل هم دارن دیگه، میشه 50 میلیون. یعنی 50 میلیون با این مخالفه. اما این تو قانون اساسیش نوشته که تا روز قیامت مذهب مردم ایران شیعه است. هیچ حق نداره این مذهب تعوض بده. چرا حق نداره؟ مگه خودت نگفتی که یه چیزی پدرای ما تصمیم گرفتن ما اونو نمیخوایم؟ بیت هر اجازه بدید نمیشه کدام صحبتاشو ببندم. اینم ببندم. خب حالا نمیدونم اینا تو فرما میتونید نشون بدید. حالا ببینید که این چطور یک شهر رو که یکی از بزرگترین شهرهای تاریخی و بزرگ اسلامی اینا خراب کردن. نگاه کن، فقط نگاه کنید در این شهر کی بوده. آقا مردم تو رو نمیخواد دیگه، برو دیگه. مگه تو نمیگی مردم یک کسی رو نمیخواد باید بره؟ این شهر حلبه، شهری است تاریخی بزرگ. شما نگاه کنید ببینید در این شهر چیزی مونده؟ خودش زورش نرسیده روسیه رو آورده. یعنی اینقدر این مردم این شهر زور داشتن. اگه بگی این آقا مردم از روسیه کمک میگیرن، روسیه که با توئه. اگه بگی از آمریکا کمک میگیرن، آمریکا با توئه. اگه بگی از ترکیه کمک میگیرن، ترکیه که با آمریکاست چون که ناتو است. پس این مردم از کی کمک میگیرن؟ جن میگیرن که تو اینا رو میزنی؟ ولو که کمک از هر کی میگیرن، این مردم تو رو نمیخواد. نگاه کن شهرش چیکار کرده. دقیقاً معنی آیه است که به حکومت که برسه نسل از بین میبره، هر سو از بین میبره، آبادی رو از بین میبره. و ما میبینیم که چنین چیزی شد. و ما شما میبینیم که در 35 سال گذشته هم خیلی متشکر. در 37 سال گذشته اگه نگاه کنید وحشت میکنید. در 37 سال گذشته هم دیدید که اینها در ایران هم آبادی رو از بین بردن. کنار گوش ما یک شهر کوچیک دبی به کجا رسید؟ در حالی که اینا حکومت نداشتن بندر عباس از دبی جلو بود. من دیدم بودم دیگه بندر عباس در اون وقت. خب وقتی که اینا حکومت گرفتن چی شد؟ اینا یه نمونهش خودشون میگه، خجالت هم نمیکشه اینا. ببین حرفای خودشون نگاه کنید. باز آیه اینی که دیدید باز آیه رو نشون میدم که چرا اینا آوردن. نگاه کنید جنگل و هر سبز بین میبره. یعنی میگه کشت از بین میبره. من رحیم سلام میکنم خدمت دوستان خوبم. این تصویری که سر من مشاهده میکنید کنار کارخانه سیمان این شمال، اگه شما دیده باشید همه جای سبز، حالا چرا سفید شده؟ مازندران. این تصویرم که کارخانه سیمانه. این پوستر بنده از قدیم الایام جنگل‌های انبوهی بود که همچنان در کنار این قسمت جنگل‌ها هستش. متأسفانه فاجعه‌ای به وجود آوردن که این جنگل‌ها همه رو از بین بردن. سمت راست بنده که این جنگل هست از قدیم الایام محل شکارگاه حیوانات بوده که در حال حاضر به خاطر انفجارهایی که صورت گرفته همه این حیوانات از بین رفتن. باید از بین بردن. هر چی این جنگل‌ها مشاهده نمی‌کنه. جنگل‌ها ایران خودتون خبر دارید که ممنوع چطور از بین بردن و کی از بین برد. و میخواستم از ایلام به شما نشون بدم دیگه، وقتم کم داریم که ببینید چطور جنگل‌های بلوط اونجا رو از بین بردن. بلکه آقای عباس کی بودم اون کسی که افشاگری کرده بود، گفته بود که فلان آخوند گفته که به رئیس جنگلات گفته که اون جنگل بده به بچه‌م درخت‌ها رو ببره بفروشه. تا اینقدر ساده بودن، تا اینقدر یعنی فاسد بودن. چرا که باید که حرف قرآن برشون درست در بیاد. دوباره آیه رو ببینید، آیه 205 از سوره بقره. از خودم دارم نمیگم، سوره بقره صفحه 32 قرآن میگه حرفای خوب میزنن. اما و اذا تولا، وقتی حکومت بگیرن، صاف الارض، کوشش میکنن در زمین که جنگلا رو آباد کنن، زمین رو آباد کنن، شهرها رو آباد کنن، نه خیر، لیفسد فیها، فساد میکنن. یعنی درخت برمی داره توش توفاله سیمان میریزه. و یهلک الحرث و النسل، و نسل از بین میبرن که از بین بردن. مردم ایران رفتن، روز دخترها موندن، شوهر پیدا نکردن چون که جوونا رفتن بیرون.
نسل از بین رفت دیگه. تا اونجا نسل از بین رفت که حالا میگه بچه بیارید. هر سم از بین بردن، کشاورزی از بین بردن، دریاچه ارومیه رو از بین بردن. خداوند ولی فساد دوست نداره، فساد رو دوست نداره. ممنون از آفرمان و منتظر هستیم که میان برنامه ما بدید و بعد صحبت های بینندگان رو بشنوید. سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز و صحبت های بینندگان رو بشنویم. بیننده اول سلام عرض می کنم، بفرمایید. سلام علیکم جناب حضوری، شبتون بخیر باشه ان شاء الله تعالی. عاقبت شما بخیر، بفرمایید. ممنون استاد حضوری، بنده سوالی دارم خدمت ان شاء الله، لطف کنید جواب بدید. شما دو دقیقه صحبت کنید، بینندگان زیادی پشت خطن که باز اونا وقتشون گرفته نشه. بفرمایید. من یک دقیقه صحبت کنم، شما جواب بدید، من یک دقیقه دوم هم رو صحبت بفرمایید. 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 بله بله. آقای سرودی شما همواره ادعا تون اینه و مطلبی که شما همیشه ادعا داره اینه که شفا دادن و این که نمیدن مردم این از سر قبر ها میگن ما از اینا شفا گرفتیم و این حرف ها، نه همه دروغ هست و جعل هست و تحصیل و هر حال اصلی نداره، همه دروغ هستش. بله. اما جالب بود داره بنده که جن... بله اما جالب بود که و شما حتی اینو میگین که اینا اصلا قرفرس ها اینا رو اومدن جعل کردن به این حرف ها. بله بله بله. اما برای بنده بله اما برای بنده جای سوال پیش میاد که حتی ابن تیمیه میاد مطالبی رو مطرح میکنه که چون این چیزهای اتفاق افتاده و در کتب خودش هم میاره. حالا اینها رو من دوست دارم براتون بگم و شما به من بفرمایید که آیا واقعا ابن تیمیه اینجور که شما میگید دروغگو است، اینجور که شما میگید قرفرسه که یا نه؟ اینها رو اگه دوست دارید خدمتتون عرض کنم، اگر که نیازی هم نیست که بفرمایید. عزیز من، یعنی ابن تیمیه عقیده شما رو داشته؟ والا اینطوری که در کتاب ما دیدین عقیده شما رو داشته، بچه رو پس بهش میگید شیطان. اگهش میگید شیطان پس عقیده شما رو داشته دیگه، بر عقیده شما بوده دیگه، مشکلتون حل شد. بله خب بله من دارم همینو میگم، یعنی شما از اون ابن تیمیه پیروی کنید که گفته قبر پرستی جایز است، ما از پیغمبری پیروی میکنیم که قبر پرستی رو در دینش حرام کرده و ما ندیدیم که قبر خودش هم اجازه بده که کسی بپرسته یا بیاد زیارت کنه. اگر قبرش قرار بود زیارت بشه در خانه حضرت عایشه نمی بود و حضرت عایشه رو خدا 47 سال زنده نمیذاشت تا پاسدار این قبر باشه تا مشرکین بر سر قبرش نرن. شما برو از ابن تیمیه پیروی کن، ما از پیغمبرمون پیروی میکنیم، ما از قرآن و پیغمبرمون پیروی میکنیم. بفرمایید یک دقیقه صحبت کنید. بفرمایید. اولا این که فکر نمی کنم آقای ابن تیمیه دیگه تحقیه کرده باشه، شما گفتیم مرادزه تحقیه کرده، ما هم چیزی نگفتیم. بعد هم علماء اهل سنت گفتن ایشون شیخه، ما به تبعیت از علماء گفتیم، ولی سوال بنده خیلی ساده بود. حالا شما از هر کی میخواید تبعیت کنید بکنید، آیا ابن تیمیه مشرک هست یا که خیر؟ اگر ابن تیمیه از قبر حاجت میخواد ابن تیمیه هم مشرک است. اگر ابن تیمیه از قبر حاجت میخواست ابن تیمیه مشرک، بس تمام کنید. این مشکل ما بزرگ شماست که از ابن تیمیه، ما از پیغمبرمون پیروی میکنیم، پیروی میکنیم. متوجه هستید یا نه؟ جناب سجودی بزرگوار، جناب استاد سجودی، جناب استاد سجودی، ایشون میگن، ایشون میفرماین که صحابه این کار رو کردن، یعنی صحابه هم مشرک هستن، بس اصلا از کی پیروی میکنیم نیست، بس راست و دروغ بودن و مشرک. هیچ صحابه این کار نکردن، هیچ صحابه این کار نکرده. اگر میکرد شما به ابن تیمیه متوسل نمیشدید، به خود صحابه متصل متوسل میشدید. از شما ممنونم، وقتتون تموم شد، حرفی بزنید که ارزش داشت. من از توضیح میخوام چون بینندگان زیاد پشت خط، حرفی بزن که ارزش داشته باشه. ابن تیمیه حرف شما رو میزنه دیگه، چرا شب روز فوشش میدید؟ بیننده بعدی سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام جناب آقای سجودی، خسته نباشید. شما دو دقیقه صحبت کنید، باز نگید من وقت ندید. بفرمایید آقا. آقای سجودی جواب حمید آقا رو با دروغ دادی. ابن تیمیه میگه صحابه میرفتن سر قبر پیغمبر و از پیغمبر درخواستی داشتن و پیغمبر از قبل جواب سلام اینها رو میداد و حاجت اینها رو هم میداد. به روایت بلال بن حارث صحابه هم استدلال میکنه، میگه نه تنها از قبر پیغمبر، از قبور خیلی از اولیا هم این اتفاق افتاد که میرفتن سر قبرشون سلام میدادن، درخواست میکنن و از قبرم جواب میشنیدن و میگه این حقم هست و اینم قبر پرستی نیست. حالا من از شما همینو میخوام، پس صحابه توسل کردن، ابن تیمیه هم این رو اعتراف میکنه و میگه شفا هم گرفتن، جواب هم گرفتن. ابن تیمیه کذاب حران هست یا جناب علی بی سواد هستید و به هر حال دروغ دارید به بیننده هاتون میگید. صحابه ای که متوسل شدن که ابن تیمیه هم استدلال کرده،
اینها هم مشرک هستن و پیغمبری که از قبل جواب سلام اینها رو میداد و حاجت اینها رو برآورده میکرد هم نعوذ بالله مشرک بود، یا نه یک مشتلفی وهابی پیرو محمد بن عبدالوهاب اینها ساخته جدا بافته هستن و اینها همه رو مشرک میکنن. ما جواب دای سجودی شد. خوب است که شما میگفتی که ابن تیمیه هم وهابی است، حالا خوب است که او رو کشیدی گفتی بر مذهب شماست. ببین ابن تیمیه اینقدر بی سواد نبوده که ندونه حضرت پیامبر در خانه حضرت عایشه دفن بوده، در خانه خودش در عایشه دفن بوده و کسی نمیتونسته بره اونجا به اصطلاح قبر پرستی کنه. چطوری میشه که اجازه میدادن؟ مثلا شما فکر کن که وسط زری امام رضا خونه حضرت عایشه باشه، و مثلا که اینطوری نبوده که چهار طرف باشه، باید مردم میرفتن دیگه، عایشه شب و روز نداشته که، مردم شب و روز میرفتن. یک حرفی بزن که به اصطلاح مرغ پختن بهش نخنده. خب جواب تو بدم آقای سجودی. جواب دیگه نداری جواب که بدی، والا اگه جواب بدی باز میری این برام. شما وقت میگیری. آخه این حرف است که تو میگی، مثل بگی که سجودی گفته که قبر پرستی حلاله. ابن تیمیه میگه گفته قبر پرستی حلاله. یکم خیا کنین. شما هر حدیثی که ضعیف است در تاریخ آوردید، هر چی که به نفعتون بوده گرفتید، در حالی که ما میدونیم که قبر پیغمبر داخل خونه عایشه بوده، هیچکس نمیتونسته بره ازش حاجت بخواد تا ایشون جوابش بده. قبری نداشته که بابا، دوری همون اتاقی بوده که حضرت عایشه در اون اتاق میخوابیده. جواب بده آقای سجودی. جواب بده، ولی جواب نمیدی. من مطمئنم، من غیب میدونم، میدونم که جواب نمیدی. بفرما بده. آقای سجودی، اولا این مطلب رو آقای ابن تیمیه تو کتابش تصریح کرده آورده، این یک. اسکنش هم برات میفرستم طریق واتساپ. لو میگفت که قبر پیغمبر خونه عایشه بوده، چجوری میشه رفت آمد کنن؟ خب خودتون بابا روایت دارید از این بر که خونه عایشه رفت آمد میکردن، جنوب هم بیرون میآمدن صحابه. دیگه از این شما استدلال به این نکن. وقتی شما خودتون تو روایت صحیح کمی حیا کن، کمی حیا کن، کمی حیا کن، حرفی بزن که به اصطلاح حالا دیگه ما رو گریه هم نگیره. گفتیم که مرغ پخته به حرفای شما میخنده. هرگز خونه عایشه کسی نمیتونسته داخل بشه. وقتی که با ولیتی وزید یزید مخالفت کردن، برادر حضرت عایشه اومد که در نماز جمعه بود. خب خونه حضرت عایشه که توی مسجد بود تقریبا دیگه، مسجد رو رفتید دیگه مکه مدینه. وقتی که اومدن مخالفت گفتن که یزید رو ما میخوایم ولیت کنیم، پسر ابوبکر بلند شد و هرچی دانشمند به یزید گفت، فرماندار مدینه گفت بگیریدش تو همون نماز. فرار کرد رفت خونه عایشه، ولی کسی جرأت نکرد وارد خونه عایشه بشه. و شما چون حیا ندارید، بلکه بر دین اسلام نیستید، به پیغمبر زن پیغمبر تهمت میزنید، در حالی که اگر کسی هم سوال میومد میپرسید، قرآن میگه از ورای حجاب ازش میپرسید، از ورای حجاب اینقدر نمیفهمی قرآن رو، از پشت حجاب میپرسید. و اگر هم که اون آدم محتلم شده تو مسجد بوده، خودت هم میدونی، ولیکن حیا نمی کنی. آقای مراد زهیری که اینقدر ازش تعریف میکنی، این حرف شما رو جواب داد یا نداد؟ بیننده بله، حرف شما رو جواب داد یا نداد عزیز من؟ خب پس دیگه نگید که به اصطلاح آدم حرفی میزنه که مغز آدم رو اینا به سوت میارن، بعد باز میگه که ما مسلمان هستیم. بیننده بعدی سلام عرض میکنم، بفرمایید. آدم چی بگه به اینا؟ خدا سلام و رحمت الله، بفرمایید. خسته نباشید آقای سجودی. بفرمایید قربان. ممنونم، متشکرم، بفرمایید. بله آقای سجودی، ببخشید طبق حرفایی که شما الان زدید با بیننده قبلی آقای حمید راجع به این موضوع، پس ثابت شد از کلام شما که ابن تیمیه مشرک هستش؟ چون بله بله، اگر چنین حرفی رو زده باشه مشرک است. من به یک نفر کار ندارم که پدر منم این حرف بزنه مشرک میشه. کسی که از قبر حاجت بخواد، یعنی با خدا شریک قرار داده، مشرک میشه. ولی ابن تیمیه باشه، ما با شما گفتیم که چی بحثی بکنیم؟ چون ابن تیمیه اگه مشرک بشه به دین من رتمه ای نمیخوره. ولی من میدونم که شما دروغ میگید، چون از یه طرف ابن تیمیه رو شما هر چی دهانت میاد به ابن تیمیه میگه اگه مشرک بود که اون که عزیز دل شما میشد. بفرمایید. خب آقای سجودی، یعنی صحابه هم مشرکن، اونا هم مشرکن که قائل به توسل بودن؟ عرض کردم به شما که جواب دادم که حرفی که شما میزنی معقول نیست، چون که به کی توسل میکرد؟ قبر حضرت پیغمبر که تو خونه عایشه بود. چقدر این حکمت الله بود که، و حضرت عایشه 47 سال زنده بود، پاسدار توحید بود، کسی نمیتونست اون خونه داخل بشه. خب آقای سجودی، وقتی ابن تیمیه چندین روایت رو ذکر میکنه که بنده الان به بعضی هاش من دارم به شما میگم، من که دارم به شما میگم، آخه شما روز میگی شب، باز میگه شبه، باز میخوای ثابت کنی روشنه که. اگه ابن تیمیه است که اول وهابیا بوده، برو حرفای استادتون رو بشنو، یه حرفی بگو که درست باشه. خیلی عذر میخوام ازت، برو حرف استادتو بشنو ببین چی میگه. میگه رئیس اول وهابیا ابن تیمیه است. بیننده بعدی سلام عرض میکنم، خیلی عذر میخوام حرفتون رو قطع کردم، ولی حرفی بگید که وزن داشته باشه.
تو از حرف من میخوای ثابت کنی که من قبر پرستم؟ در این دهانم کف کرد میگم قبر پرستی حرامه. تو از حرف من ثابت میکنی؟ از حرف امام ابن تیمیه ثابت میکنی که قبر پرستی حلاله؟ حیام باید کرد. بیننده بعدی سلام عرض میکنم، خیلی عذر میخوام. دو دقیقه صحبت کن آقا، دو دقیقه صحبت کن. اینجا جلوی من 8:49 دقیقه، شما 8 شما صحبت کنید، بفرمایید. معلوم متوجه من که بخوام یک تنه برمن برمن که فایده نداره. شما قرار همین اول جواب بدین که بالاخره روایت رو آخه شما حرفی میزنید که من جوابتو میدم، میگه من 10 ثانیه هم صحبت نکردم دیگه. شما دو دقیقه صحبت کن که دلت میخواد بگو، باز حرف منو بشنو. بله من میگم آقای ابن تیمیه این مطالب رو آورده و ایشون هم که آیا شما میگین که نگفته من برادرم؟ سب کن. خوب شد همونجا من بیادم آوردی دیگه، وقتی تو نگه دار. مگه شما همین تا دیروز جیغداد نمیزدی که ابن تیمیه دروغگو است؟ اینم جزو دروغاش بذار. از پیغمبر، از قرآن دارم برات میگم. عوض که از قرآن اینطور فرار میکنی که جن از بسم الله فرار میکنه. از حدیث پیغمبر اینطور فرار میکنی که جن از بسم الله فرار میکنه. از حدیث صحیح. میگه ابن تیمیه تو دیروز میگفتی ابن تیمیه دروغگو است، حالا امروز اومدی به من میگه ابن تیمیه؟ من اون رو قبول کنم که دروغگوه، در که ما و شما همه میدونیم بینندگان که ابن تیمیه، مثل که محمد ابن عبدالوهاب بگه، مثل که سجودی رو بگه، میگه شبگاه توحیدی رو بگه قبر پرستی میکنن. اینقدر که آدم آخه یک حرف معقول نمیزنی. آقا دو دقیقه صحبت کن، من نمیخوام حرف شما رو قطع کنم دیگه. دلت هر چی میخواد بگو، بفرما. آقای سجودی من تشکر میکنم از اینکه گفتین دروغ بود. همین از سوال اول آخر من شما بفرمایید ابن تیمیه دروغ گفته؟ به خدا قسم من الان گوشی رو قطع میکنم میرم. همین یه جمله رو شما حاضر هستید مردانه اعتراف کنید؟ ایشون بالاخره تناقضی است که ایشون درش گرفتار شده. شما بگید راست بوده یا دروغ، همین رو بگید من قطع کنم برم. اگر بگید دروغ گفته به خدا قسم من قطع میکنم. راست گفته یا دروغ؟ حرفتون تموم شد، باز دیگه نمیذارم صحبت کنید. دو دقیقه صحبت کن که باز نگی به من اجازه نداد. آقا یک کلمه قبول راست گفته یا دروغ گفته؟ من ابن تیمیه راست میگه و دروغگو شما هستید که به منم دروغ میبندید. آقا به منم دروغ میبندید. تو همین خود شما برادر من عزیز من آقای حمید به من دروغ بستی که نمیدونم به حضرت علی تهمت زدم. به منی که جلوت نشستم دروغ میبندی؟ منی که ابو علی هستم و اسم پسرم علی است، چطور ممکنه که من قبول کنم از تو حرفش در مورد ابن تیمیه؟ چطور ممکنه این مسخره بازیایی که شما از کتابا در میارید قبول کنم شب و روز؟ به اون دفعه به شما عرض کردم، خب گفتی صحبت کن، بذار صحبت کنم. بهتون گفتم شب و روز شما، شب و روز شما از کتابای ما دلیل میارید. پس بگو همه علمای ما شیعه بودن. باز من به شما گفتم اگر اینا مغز خر خورده بودن که حرفای شما رو میزدن باز با عقیده اهل سنت بودن. چیزی رو میگفتم باز خودشون قبول نمیکردن. چند دفعه اینو براتون بگم، به کدوم زبون بگم؟ به زبان عامیانه میگم متوجه نمیشید. اگر همه کتابای ما حرف شما رو میزنه، چرا یکیشون هم به دین شما نیست؟ اگه ابن تیمیه حرف میزد باید به دین شما باشه، چرا نیست؟ اگر هست چرا فوشش میدید؟ مثل روز روشنه. صحبتتون رو زود تمام کنید. حالا جواب شما بدم. به سرعت. چرا آقای ابن تیمیه و همه بزرگان شما این حرفا رو زدن و خودشون قبول نکردن؟ نفاق شاخ و دم نداره آقا. منافق که دروغ میگه، منافق حرف راست نمیزنه. آخر یک حرفی بگو که بابا من نمیدونم که گریه کنم یا بخندم. نفاق که دروغ. چی فرمودین؟ نپرم. بفرما. صحبت کن. این چه منطقی آقای سجودی. جناب ابن تیمیه اینو گفتن، منم الان براتون ثابت میکنم که گفته. شما نگو تو دروغ گفتی و من از قبول نمیکنم. مرد باش، بیار کتاب ابن تیمیه رو باز کن جلوی تلویزیون ببینید. این کتاب ابن تیمیه چون این چیزی درش نیست که این آقا داره ادعا میکنه. اگر ثابت شد که در کتابش بود، از این به بعد مرد باش و قول بدم اینجا بیایی بگی که ابن تیمیه کذاب، این قدر مردانه یه داشته باشه آقای سجودی. نه دیگه وقتتون تموم شد. من براتون میگم که بیننده بعدی رو بیارم سر خط، فقط توضیحش. بیننده بعدی باید سر خط باشید، هر کس که هستید یک لحظه. عزیز من ببین برادر من، اول گفتی که منافق بوده برای اینکه همین حرف زد خودش قبول نکرده. گفتم منافق دروغ میگه، راست نمیگه. چطور میشه که آخه مجبور بوده بگه بنویسی این حرفو؟ دوم من نمیدونم چی گفتی که نمیدونم کتاب ابن تیمیه بیار، من که خر نیست و خیلی عزم میخوام. بازم به زبان ساده میگم که من دنبال نخودسیا بفرستید. حالا هم دیدید برنامه رو خراب کردید با حرفای بی خود. اگر شما مرد هستید، حرفایی که آقای هر هفته این تکرار میکنه، حال من دیگه به هم خورد از بس که این وصال حق تکرار میکنه. آقای انصاری یک دروغ شما رو آورده از ابن تیمیه میگه جواب بده، هر هفته هم تکرار میکنه میگه آفرین به حوصله این آدم، جوابش بده دیگه. چرا میخوای من بیارم باز؟ میخوای وقت بی خود از برنامه بگیری، آخرام میگه آقا نه اینجوری نبود اونجوری بود؟ برو جواب رو بده. بیننده بعدی بفرمایید. آقای سجودی شما گفتی اگر ابن تیمیه و علمای ما این رو گفتن چرا خودشون عمل نکردن؟ خب این آیه سکان یهود
پیغمبر از بچه‌های خودتون بهتر میشناختن ولی پیغمبر ولی نمیگفتن که ما پیغمبر رو قبول داریم. اگه میگفتن ما قبول داریم، ببین جواب نمیدی، حالا بازم میری یه چیز دیگه میگی. آی بینندگان، یهود راست میگه، پیغمبر از بچه‌های خود بهتر میشناختن، اما نمیگفتن علنی، تو کتابای خود نمینوشتن این رو. کدام عالم یهودی اینو ننوشته؟ وقتی عبدالله ابن سلام به این حرفو زد، گفتن آقا این بدترین ماست. حالا این جواب میدی به خدا؟ اگه جواب بدی، قسم به الله، اگه جواب بدی، قسم میخورم به رب العالمین. ببینید به جوری بینندگان، همه شما رو شاهد آوردم، من قسم میخورم این حرف من جواب نمیده. گفته که یهود بچهای خود میشناختن. من گفتم درسته، ولی یهود اعتراف نمیکرد که محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر خداست. شما میگه ابن تیمیه اعتراف میکنه ولی قبول نمیکنه، تو کتابش هم اعتراف میکنه، نه تو مجلس خصوصی. جواب بده. جواب تو بدم حالا. جواب تو بدم آقای سجیدی. آقا اجازه نگیر، جواب بده. شما خب زنگ میزنی برای جواب، برای گفتن دیگه. آقای سجیدی از قرآن خیلی دوری. میخوای فکر کنی؟ میخوای فکر کنی جواب بدی؟ خب بگو وقت بفرمایید. دارم صحبت میکنم دیگه، اجازه بده. میگم از قرآن خیلی دوری، قرآن لغلقه زبان. قرآن هیچ چی نفهمیدی. برو این آیه که بهت گفتم رو نگاه کن. آیات قبل خدا در رابطه با این صحبت میکنه که میگه یهود پیغمبر رو انکار میکنن، در حالی که پیغمبر رو، شخصیت پیغمبر رو، و اینکه پیغمبر نبی خدا هست، از بچه‌هاشون پیغمبر رو بهتر میشناختن. اطمینانی که نسبت به پیغمبر دارن که این همون پیغمبری که موسی نوید این پیغمبر رو داده. خب ولی اعتراف کردن، اونا اعتراف میکردن. آقا من که بله، که همین آیه قرآن خدا میگه بین کجا گفته آقا اینجا کجا گفته اینا؟ این آیه ببینید، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق. آقا حق کتمان میکنن. تو میگه ابن تیمیه حق و قبول کتمان نکرده، ليكتمون کتم میفهمی آقای باسواد؟ کتم میفهمی یعنی کتمان کردن. اجازه بده، حق کتمان میکنه. بینندگان این فکر میکنن که به من تهمت بزنه، بی سوادی خودش پنهان میکنه. خوش شما نگاه کنید، اینا میگن که ابن تیمیه رو ما مقایسه کردن با یهودیا. یهودیا چی میگفتن؟ یهودیا میگفتن پیغمبر رو میشناختن همونطور که بچهای خود میشناختن. اینا میگه حضرت علی رو میشناخت همونطور که بچهای خود میشناخت. ولکن و ان و درستی که فریقا منهم، یه عده‌ای از اونها، لیکتمون الحق، حق رو اینا پنهان میکرده. این میگه از کتابای اهل سنت حق رو میاره، از هر کتاب ما حق رو میاره. ای بینندگان، از هر کتاب ما حق رو میارن، دروغ میگن دیگه. باز میگن که معاویه پول داده که کتاب چی بنویسه، پول داده که ابو هریره به نفع، به ضد حضرت علی حدیث بنویسه. اگه به ضد حضرت علی حدیث نوشته، شما یک حدیث به نفع معاویه میگی تو کتابای ما نیست. یک چیزی بگو آخر، یک چیزی بگو. حالا این جواب میتونی بدی؟ جواب بده. من که قرآن نمیفهمم، تو که قرآن میفهمی. بله. کتمان یعنی چه؟ بله که جوابتو بدم، بذار تیری خلاص بگم. میگه آقا پیغمبر رو میشناختن ولی با اینکه میدونستن پیغمبر حقه، حقو کتمان کرده. الان به دار میزنم. خب کتمان کردن حقو، یعنی چی؟ یعنی گره نگفتن که این پیغمبره. حق کتمان کردن یعنی چی؟ گوش کنم بذار مثلا حرفم تموم شه. چه حرف من نفر. جناب آقای سرور العالمین غزالی در کتاب سرور العالمین خودش این همین رو میاره. میگه آقای خلیفه دوم با حضرت علی در قدیر بیعت کرد به عنوان خلیفه و سرپرست، ولی در موقع خلافت خودش، در موقع خلافت ابوبکر، به خاطر حب دنیا و ریاست طلبی و جاه و مقام زیر بیعتش زد و ابوبکر رو کردن خلیفه. آقا جان حرف این ور برو، اون ور نرو. اینجا میگه حق و کتمان میکنه. آقای باسواد از قرآن میتونی دلیل بیاری؟ کتمان کرد. مگه خودت نمیفهمی که میره از عابدین معبدین در میاری؟ اینجا میگه حق پنهان. کدوم حق پنهان میکردن؟ که اعتراف میکردن اون پیغمبر است دیگه، چی رو پنهان میکردن دیگه؟ ابن تیمیه میدونه حق با امیرالمومنین ولی کتمانش میکنه. چجوری کتمان میکنه؟ چجوری کتمان میکنه که تو میای بر من دلیل میاری که تو کتابش نوشته؟ چجوری کتمان کرده؟ این نشانه تناقض نشانه این است که تو باید جایزه اسکار بگیری در به اصطلاح پررویی دیگه بگم، والا اگه چیز دیگه باشه باید جایزه نوبل به شما بدن در به اصطلاح جدال کردن، یعنی حرف مثل روز روشن بود. آقا این آیه رو دوباره بیاری بیننده ببینه. ببین اینا دارن میگن، خب بینندگان ببینید، اینا میگن که ابن تیمیه و همه مسلمان ها، بخاری و نمیدونم مسلم و دیگه تو کتاباشون میگن نوشتن که حضرت علی بر حق است، ولیکن حق رو قبول نکردن. ما گفتیم مگر اینا مغز خر خورده بودن که
اگر حق قبول نمی کردن دیگه چرا نوشتن تو کتابای ما که شما روز شب از کتابای ما دلیل میاری؟ اینا آیه 146 از چیز دلیل میارن از سوره بقره رو که اونجا پیامبر الله میفرماد که ما به کسایشون کتاب دادیم، یعنی به اهل کتاب، چون تو کتابشون نوشته، چون تو کتابشون نوشته، میگه میدونن، چون که کتاب خودشون که ننوشتن، کتاب الله فرستاده تورات و انجیل رو، میگه میدونن که حضرت محمد پیغمبر است، اونجوری میدونن که بچهای خود همونطور که میشناسن پیغمبرم میشناسن، تو کتابشون نوشته، ولیکن اونا حق رو پنهان میکنن. یعنی تو تفسیر مثل ابن تیمیه نمینویسن که حضرت علی بر حق است باز قبول نکنه، مثل روز خدا اینا رو رسوا میکنه. ممنون اتاق فرمان، وقتم کمه دیگه، بینندگانم صحبت جواب نمیدیم. این قرآنه، میگه که نمیخواد قبول کنه قبول نمیکنه دیگه. میگه کلاغی رفته بود به مجلسی بحثی، مادرش گفت کجا میری؟ گفت میرم بحث کنم با پرنده های دیگه. گفت موضوع بحث؟ گفت میخوام اونا میگن میخوان ثابت کنن که من سیاه هستم. مادر گفت در این بحث شکست میخوری. کلاغا گفت چرا شکست بخورم وقتی قبول نمیکنم؟ بینندگان، این الان قبول نکرد کتمان حق رو، که یهود حق رو کتمان میکردن، یعنی تو کتاباشون نمینوشتن، تو تفسیرهای خود. اما شیعه ما را به یهود مثال زده، باز میگه تو کتابای شما همه در مورد حضرت علی نوشته، از ابن تیمیه گرفته تا محمد ابن عبدالوهاب تا فلان تا فلان. حالا حتی بخوام با شبکه دیگه بحث کنن، حرف سجودی رو مثال میارن، آقا سجودی اینجوری گفته بود. خب پر ما اینه میگیم که اگه اینجوریه، ورستی یکی از برنامه اینا دیدن در مورد حضرت ماوی صحبت میکردن که آقا میگه یک حدیث هم در متن این نیست. خب خیلی خوب، کم و بیش دروغ هم نمیگن، کم و بیش دروغ هم نمیگن، منتها اگه اینجوریه برای چی پس پول داده به ابو هریره رضی الله عنه، به حضرت ابو هریره که در حدیث به نفع ابو چی بنویسه؟ وقتی ما میگیم کتابای سنت میگه نه ابو هریره وارد کرده، به ماوی بهش پول داده بوده، ماوی بهش پول داده بوده که به نفع حضرت علی بنویسه. ها بابا، اینها میگم که در حیا رو قرض دادن دیگه. وقتی آدم حیا رو قرض داده باشه، با این آدم چجوری بحث میکنی؟ الله به من شما رحم کنه. امیدوارم ولی شما درس گرفته باشید، پند گرفته باشید، بحث رو دیده باشید. الله حافظ و نگهدار شما.